سلام و درود، خوش اومدین به قسمت سوم دوره کامل اتوکد دو بعدی و سه بعدی از مقدماتی تا پیشرفته با من مانی. خب بریم ببینیم که از دستور لاین آیا چیزی باقی مونده یا نه. جواب مثبته. دستور لاین خیلی کاربردیه و باز هم نکته داره. بریم ببینیم چه نکته ای. دستور لاین رو یاد گرفتیم که اجرا کنیم. یاد گرفتیم از مرکز مختصات شروع کنید. برای مثال از 0 و مثلا 5. چرا 0 و 0؟ یه بار دیگه 0 و 5 شروع می‌کنید. بله. از 0 و 5 شروع می‌کنید و این میشه محل شروع ما. ولی من از اینجا میخوام نه به صورت دستور اورتو بلکه با یه ترفند دیگه 5 واحد به جلو برم. چجوری میتونم این کارو بکنم؟ اگر دکمه شیفت کیبوردتون رو نگه داریم و دکمه ادساین رو بزنید، یه علامت ادساین همینجور که ببینید اینجا اضافه شد و من میگم از این جا که هستی، از اون نقطه 0 و 5، برو به اندازه 5 واحد به جلو. بعد حالا بیام اینجا به من میگه که انتخاب کن که با چه زاویه ای باشه. زاویهش هم میتونم بزنم 0. خب و بعد از اینجا میگم اد ساین از این نقطه 5 برو جلو، ولی با زاویه، اگه دکمه شیفت و علامت کوچکتر رو نگه دارید علامت زاویه که همونجا هست میاد و مثلا میگم با زاویه 45 درجه. و از این نقطه دوباره میتونم بگم اد ساین دوباره 5 تا برو جلو و اینجا با زاویه 0. و دوباره از همینجا میتونم بگم اد ساین 10 واحد برو جلو و این بار با زاویه 90. و حالا دستور سی و اسپیس رو میزنم. همینجور که دیدیم ما اینجا از چیز جدیدی تو اتوکد استفاده کردیم، دستور اد ساین. دستور اد ساین به ما اجازه میده که از هر جا که هستیم، مهم نیست اونجا کجاست، حتی اگه نمیدونیم مختصاتش کجاست، برای نمونه من میتونم لاین رو بگیرم و از هر جایی که من نمیدونم مرکز مختصات من الان چه عددیه، از اینجا میتونم بگم اد ساین 5 واحد با زاویه مثلا چه میدونم 20 درجه برو جلو. و بعد از اینجا به اندازه 3 واحد با زاویه منفی 90 درجه برو پایین و دوباره برگرد به نقطه شروع مثلا. خب این اجازه میده که من یک قابلیت و یک راحتی زیادی داشته باشم که بتونم با انعطاف پذیری زیاد در واقع داشته باشم که بتونم حتی بدون اینکه بدونم مبدأ من کجاست، از این جایی که الان من انتخاب کردم میخوام برای مثال این خونه من، این دیوار من 8 متر باشه و نمیدونم شروعش از کجاست ولی میدونم از اینجا قراره 8 متر به سمت راست بره، و یا از اینجا با شعای 5 متر من میخوام یه دایره ای داشته باشم. پس این خیلی کاربردیه که شما بتونید از مبدعی که نمیدونید حتی اطلاعاتش چیه ولی به جهت و زاویهی که میخواین خط بکشین و با دقت هرچه تمامتر شکل هندسی خودتون رو پیاده کنید، و این خیلی میتونه کمک کنه تو کشیدن اشکال فوق پیچیده و حتی پیاده سازی اطلاعاتی که به صورت نقشه برداری از یک زمین دارید یا از یک خونه دارید و گاهن شما برخی از اطلاعات رو ندارید. این سرویس ادساین به شما کمک میکنه که از اون نقطه ای که حالا میدونید از اونجا چه اطلاعاتی با یه سری از اطلاعات به اون کنج دیوار برای مثال رسیدین، با دستور ادساین میتونید با زاویه‌ای که دارید میتونید دقیقاً خط درست خودتون رو تولید کنید. این رو میخواستم از دستور لاین اینجا ادامه بدم و تقریبا میتونم بگم دیگه چیزی از دستور لاین نمونده و ما بعد از تقریبا 3 جلسه میتونیم بگیم که به پایان دستور لاین رسیدیم. ولی نترسید، چون تنها دستوری که این همه مدت طول میکشه تا باهاش آشنا بشین دستور لاین هست. پیشتر گفتم که بقیه دستورها هم در واقع
یه جوری رب پیدا میکنن به دستور الهی. همینطور که جلوتر میریم میبینید که روند ساده تر میشه نه سخت‌تر. خب با دستور لاین آشنا شدیم، با دستور بغل اون آشنا میشیم که پولی لاین هست. دقت کنید تو اتوکد اگه موس رو روی دستور نگه دارید، همونجوری که تو ویدیو دومم هم گفتم، نواری باز میشه و تو اتوکد هلپش به صورت گرافیکی به شما کمک میکنه که چطور با کارایی اون دستور آشنا بشین. همونجوری که میبینید در دستور پولی لاین یا چند خطی نوشته که پولی لاین های دو بعدی درست میکنه و این به شما اجازه میده که خطی که تو درست میکنید پار خطتون جدا جدا نباشه. توی اتوکد دو بعدی شاید خیلی فرق، شاید در اینجا شما فرقی حس نکنید. یه فرق بزرگی که داره اینه که این شکل یک پارچه است، یعنی اگه من حتی این نقطه رو انتخاب کنم کلش انتخاب میشه و حتی اگه روش کلیک کنم هم کلش انتخاب میشه. چرا؟ چون این یک پولی لاین هست، نه ترکیبی از چند لاین، در واقع یک خط که معروف به پولی لاین و این پولی لاین مفهومش اینه که خطها به هم وصل هستن. خب این چه کاربردی داره؟ خیلی کاربردی، به خصوص وقتی ما میخوایم بریم توی اتوکد سه بعدی و از اشکال دو بعدی اشکال سه بعدی بسازیم. ولی تو محیط دو بعدی جز اینکه گاهی اوقات کار ما رو راحت تر میکنه، خیلی امکان زیادی به ما نمیده. دقت کنید ویرایش خطهای پولی لاین هم جالبه. دستگیره هایی که توی پولی لاین داریم با دستگیره هایی که توی لاین داریم فرق داره. من اینجا برای نمونه لاین میکشم، انتخابش میکنم، ببینید خط اول، خط آخرش و این خط وسطش. اگر من این خط رو انتخاب کنم و بیارم پایین، خط من کج میشه. دکمه کنترل زیر میزنم برمیگردم عقب. اگر بیام این وسط رو انتخاب کنم بکشم پایین، کلن در واقع موو میشه. و بیام اگر سمت چپش هم انتخاب کنم، باز همانند اون سمت اتفاق میفتن. دکمه F8 رو خاموش میکنم تا آزادی عمل داشته باشیم، چون اگر F8 روشن باشه که ارتو هست میبینی فقط به ساعت عمودی و افقی بالا پایین میشه، و اگر F8 رو بزنم و خاموش کنم میبینی که هر جایی بخوام میتونم ببرمش. ولی منظور اینه که شما با انتخاب نقطه آبی رنگش میتونید اون شکلی رو که کشیدین تغییر بدین، ولی دقت کنید شکل هر سه به یک صورت هست، در حالی که شکل وسطی موو میکنه خط رو. ولی توی پولی لاین ها اگر این شکل رو من از اینجا انتخاب کنم، دقت کنید هر دو پار خط رو میگیره و شکل من رو تغییر میده. و اگر بیام اینجا و این خط رو بگیرم، دقت کنید موو میکنه و پاره خط اول رو نمیگیره، ولی پاره خط دوم خودش رو میگیره و همچنین اینجا این دوتا از هر دو طرف میگیره. و دلیلش اینه که اینجا محل ابتدا و انتهای شکل پولی لاین من هست و وقتی اینجا رو من میگیرم، خط اولیه همراه نقطه آخر نمیچسبه، چون در واقع ما دو تا سر و ته پولی لاین هست اونجا، ولی بقیه شکل هندسی من اینجا ادامه داره. خیلی نیاز نیستش که ما توی محتوا اینجا وقت بذاریم، چون وارد محیط سه بعدی میشیم بیشتر باهاش آشنا میشیم. ولی فقط خواستم بدونید که شکل هندسی که با پولی لاین کشته میشه، نوع حرکتشون با لاین فرق داره و همونجوری که میبینید نقطه انتخاب وسطشون رو هم اگه دقت کنید شبیه مستطیل آبی رنگ هست، در حالی که برای یک پاره خط هر ستا به صورت مربع آبی رنگ هست، مثل آخرا و ابتدای هر پولی لاین. خب این شد از دستور پولی لاین و خیلی چیز پیچیده ای نداره که بخوایم وقت صرف کنیم روش. میریم دستور بعدی، دستور سیرکل هست. دستور سیرکل خیلی ساده است، یک دایره هست. همینجور که می‌بینیم دایره رو ما می‌تونیم به روش‌های مختلفی کشیم.
نقطه مرکز برای شعاع، و اگر بیان اینجا انواع مختلف کشیدن های دایره رو شما اینجا میتونید ببینید. سنتر رادیوس یعنی مرکز و شعاع، سنتر دیامتر یعنی مرکز و همراه قطر، تو پوینت میدونید هر دایره رو با دو نقطه میشه کشید، و تری پوینت با سه نقطه هم میشه دایره رو کشید، و تانجنت، تانجنت و رادیوس که در واقع همون تانجنت و تانجنت یا موماست، موماست و شعاع هست و با سه موماست. یعنی اگه ما اطلاعات سه موماست یک دایره هم داشته باشیم میتونیم اونو بکشیم. همینجوری که میبینید اگه ماوس رو روشون نگه دارید شکل استفاده از اون نوع کشیدن دایره رو به شما نشون میده. اول شما باید مرکز رو بهش بدید و ایکس دو یعنی اینکه دوم باید شعاع رو بهش بدید، و برای هر کدوم از اینها شما میتونید این در واقع روند رو ببینید، مرکز به علاوه قطر و همینجور شکلهای بعدی. مثلا با سه نقطه مسلمان سه نقطه از یک دایره رو بهش بدین دایره رو کامل میکنه، حتی با دو نقطه هم شما میتونید دایره رو کامل کنید، و این دو نقطه مال زمانیه که فکر کنم حتما باید توی کوادرانت های دایره باشه، وگرنه خب با دو نقطه خالی نمیشه. و برای مثال میتونم دو نقطه تست کنیم اینجا، برای نمونه این نقطه اول من هست و این نقطه آخر. بله همونجور که گفتم فقط کوادرانت های دایره میتونید داشته باشید، یعنی باید یکی از چهار طرف دایره باشه. برای مثال اول آخرش این شکلی که میبینید در واقع میشه دو نقطه و دایره من کشیده میشه. دستور دایره همینجور که میبینید مدل های کشیدنش متفاوته، و یعنی خودش چیز پیچیده‌ای نداره. نکته دیگه که با این دستور میخوام به شما یادآوری کنم که وقت بذارید روش اینه که دقت کنید با هر دستور چه چیزی در واقع این پایین نوشته شده، و همین که چه شکلی رو در واقع حتی دور کرسر موس میبینید. در واقع من برمیگردم رو حالت دیفالت دایره که در واقع مرکز و شعاع هست، من روش یک کلیک میکنم. غیر از این که دقت کنید روی کنار موس من نوشته specify center point for circle or، که یالا گزینه‌های دیگر میخواد بگه که ما میدونیم چی هستن، متنی که نوشته specify center point هست، یعنی میگه مشخص کنید مرکز رو. همینجوری که ببینید باز من میتونم مختصات x و y بهش بدم، مثلا بهش بگم 0 و یه تب بزنم و برم خونه بعدی و مثلا بگم 0 و انتر رو بزنم و مرکز دایره مشخص شد. حالا از من میگه که آقا شعاع دایره چقدر هست؟ شعاع دایره مشخصه، مثلا من میخوام بزنم 10 و حالا یک دایره دارم با مرکز مختصات 0 و 0 و شعاع 10 که میشه قطر 20. ولی این خوندنی که ما داشتیم از توی کنار کرسر ماوس با دیتیل یه خورده بیشتر سمت پایین صفحه توی این نوار سفید رنگ هست. همینجور که میبینید نوشته سیرکل که دستور ما هست، و شکل یک خیلی ریز اگه این پایین رو دقت کنید شکل یک مرکز دایره به علاوه یک شعاع هست. دستوری که انتخاب کردیم اسم دستور سیرکل هست، و specify center point for circle که دستور ما هست، و حالا اینجا اور گزینه های دیگر داره 3P, 2P, TTR و خودشون هم به شما توضیح میده که چه معنی میدن. 3P یعنی این که با سه موماست، با سه نقطه که پوینت هستن 3 point, 2 point، و TTR که تانجان رادیوس هستش. خب و اگر من بخوام همینجا بدون این که دستور خودم رو تغییر بدم عوض کنم، به من داره میگه که باید چه کار کنم. میگه تایپ کن 3P، و وقتی من 3P رو تایپ میکنم میبینه که دستور عوض میشه و میگه که specify first point on the circle، و دستور من 3P شد. مثلا من میگم این اولین first point من هست، میگه second point که روی سیرکلتون هست انتخاب کن. برای مثال من این نقطه رو انتخاب میکنم، ببینید داره با دو نقطه و حالا نقطه سوم از من میخواد. من نقطه سوم مثلا هر جایی میتونم بگیرم، برای مثال میزنم اینجا و بعد
این شکل کشیده شد. خب پس من اومدم و در حالی که دستور رو اجرا کرده بودم به صورت سیرکل اومدم و با تبدیلش در خوندن این نوار کامند لاین در واقع پایین صفحه اومدم دستورم رو تغییر دادم. این کاریه که شما همیشه میتونید بکنید، چه با دستور لاین، چه با دستور پولی لاین و چه هر دستور دیگه‌ای. دقت کردن به آپشن هایی که اتوکد به شما میده خیلی مهمه و در دراز مدت میتونه به شما کمک کنه که فوق العاده تسلط بالایی داشته باشین بر روی نحوه کار کردن با کد. خب این شد دستور سیرکل و آخرین دستوری که من میخوام امروز پوشش بدم دستور آرک هست. دستور آرک هم همینجور که میبینید یعنی کمان، به شما اجازه میده آرک بکشین یا کمان بزنید و با سه نقطه که مشخصا داره اینجا نشون میده به شما. گزینه های دیگه هم داره، استارت سنتر اند، استارت سنتر انگل و انواع مختلف، چون خیلی زیادن و همشون هم همانند دستور دایره یک روند خیلی ساده رو با توجه به شکلی هم که داره میبینید، خیلی هم گرافیکی میبینید، در واقع طی میکنم و نیاز نیستش که واقعا توش خیلی ریز بشیم. اگر گاهن دایره میخواستید بکشید که نمیدونستید مثلا با دستور 3 پوینت بکشید، که میتونم بگم تو 95% مواقع 3P کافی هست برای کشیدن آرک، میتونید بگید آقا من از دایره خودم فقط ابتداشو دارم، مرکزشو دارم و آخرشو و این برای شما میکشه. در واقع ابتدا مرکز آخر با سه نقطه است، شما با سه نقطه رو بهش معرفی میکنید و این شکلو میکشه. حالا نقطه مرکز، مرکز دایره ایه که کمان بخشی از اونه، فرقش اینه. و بعد میرین تو گزینه بعدی استارت سنتر انگل، یعنی اینکه این استارت من هست و بعد مرکز دایره‌ای که کمان بخشی از اون رو انتخاب میکنید و انگل یعنی به اندازه مثلا 20 درجه فقط این کمان رو امتداد بده و به همین ترتیب. یعنی تمام این انواع مختلف که ببینید چون به صورت گرافیکی شکلشون هست نیازی نبینم که توضیح بدم. اگر واقعا لازم بود تو بخش کامنت ها بفرمایید که ما جز بشیم توشون، ولی واقعا به تجربه میتونم بگم که با دیدن اشکال هندسی که اینجا هست خیلی راحت با هلپی که داره میتونید ببینید و کارتون رو پیش برم. و واقعا هم میتونم بگم 3 پوینت فوق العاده قدرتمنده و همینجور که ببینید نقطه اول، برای مثال نقطه دوم و بعدش هم نقطه سوم، همینجور که ببینید کمان من رو کامل میکنه و خیلی هم ساده است. ویرایشش هم همچنان خیلی ساده است، اگر خط بکشید میتونید کمانتو بعد از کشیدن تغییر بدین و مرکزش رو میتونید بگیرید و کلن جا به جاش کنید و همجور که ببینید باز با هر دو سمتش شما میتونید کماناتون رو به هر جوری که میخواین تغییر بدین. و همیشه بدونید کمان، حتی اگر یه کمانی به این صورت هم باشه، به هر حال الان شما دیگه مرکزش رو نمی‌بینید چون مرکز خیلی دور شد، ولی باز هم همینجوری که می‌بینید مرکز داره. پس هر کمان توی اتوکد بخشی از یک دایره است و مگر اینکه شما دیگه شکلتون از حالت منظم و هندسی خارج بشه، اون یه دستور دیگه است که بهش میرسیم و چجوری شکلای فوق‌العاده حوزلولی و شکلی فوق‌العاده آمیبی در واقع داشته باشیم که هیچ مختصاتی در کلشون نمیتونیم پیدا کنیم، هرچند اونا هم تشکیل شده از یه عالمه آرک هایی که به هم پیوستن و اون شکل پیچیده رو برای ما به وجود آوردن، شبیه شکل یک سلول مثل یک آمیب که اصلا یک شکل خیلی پیچیده است، ولی به اونا هم میرسیم. خب این شد از ویدیو سوم ما، امیدوارم که راضی بوده باشین. خوشحال میشم که ما رو سابسکرایب کنید. چیزی که هست 1000 نفر اولی که سابسکرایب میکنن به این کورس کاملا رایگان مادام العمر دسترسی دارن. پس پیشنهاد میکنم که اگر میخواید برای همیشه به این کورس دسترسی داشته باشین، جزء 1000 نفر سابسکرایبر اول ویندوز سنتر باشید و خیالتون راحت باشه که این کورس برای همیشه رایگان خواهد بود برای شما. خب
تا ویدیوی بعدی، بدرود.